برای شما توی کانال قبلی ویلیارچو بازی بانوان رو گذاشته بودم و اینکه نقد و بررسی کرده بودیم اما در اشل جهانیش حالا میخوایم با هم دیگه بریم در اشل آسیاییش رو نگاه بکنیم و ببینیم که بهترین بازیکن‌های بانو آسیا بازیشون در چه لولی هستش من بازی رو اصلا حتی یه تک ضربه ندیدم بریم با همدیگه دیگه نگاه بکنیم ببینیم با آقایون چقدر فاصله دارن یا که نه شاید بهترم باشم بیمو عطلی بریم ویدیو جذاب و بحال حالو با هم تماشا کنیم خب چیزی که داریم میبینیم بازی فینال آسیایی هستش این دقیقا همون مسابقهیه که امیر سرخوش توش اول شدش همین برای سال 2023 هستش اسمشون چقدر هم سخته ولی خب میخوایم فکوس بکنیم روی بازیشون ببینیم که بازیشون فینال آسیایی بانوان در چه لولی هستش این نکته ای که هست شاید به جرأت میتونم بگم بیلیارد و اسم که میتونیم بگیم که جز اون دست از ورزش هایی هستش که واقعا خانوم ها میتونن پا به پای آقایون بازی بکنن به خاطر اینکه بحث فیزیکی نیستش این چوب چیز سنگین نیست تو پای چیز سنگین نیستش که بگیم به قدرت بدنی و اینجور چیزا رب داره و من فکر میکنم خانواد باید خیلی بهتر بازی بکنم نمیدونم که چرا این اتفاق رقم نمیخوره و شرایط تمرینش هست همه چیش مساعده برای اینکه یه بازیکن بانو بتونه توی این رشته موفق بشه پنج فریم هم هستش و بریم چه اتفاقی رقم میخوره بچه ها بای یولو اگه اشتباه نکنم از نظر همینطوری استایلی و نوع ضربه زدنش من فکر میکنم پخته تر ضربه میزنه من نظرم رو ایشونه همین شخصی که الان داره میزنه و نمیدونم هیچ بیوگرافی هم ازش ندارم و اینکه ببینیم چی میشه داشت این ویدیو رو هم انتخاب کردم چون واقعا باید پرداخته بشه به بازی با بانوان هم بازی های خود بانوان خود رو من نمیدونم بچه زبط میشه یا نه اصلا اینو اصلا اطلاع ندارم اگر بشه حتما چرا که نه نقد و برسیش هم میذاریم هم استایل خوبی داره هم خوب ضربه میزنه به نظر که خوب میاد بچه دیگه این دو نفر بهترین های بانوان هستن که به فینال رسیدن راستی یه نکته هم به شما بگم بچه هم میکروفون رو تغییر دادیم هم تنظیمات رو عوض کردیم حتما حتما نظر بدید که مثلا صدا بهتر شد صدا اوکی بده زیاد کم انا باعث میشه که کمک بکنید که کیفیت برنامه بره بالاتر خب 23 امتیاز همون بانویی که هم به شما گفتم جلو هستش ببینید so, uh, خوبیش خوب میزنن ولی چون من زیاد آدمه چیزی نیستم حالا که تعریف کنی نیستم و من شناختین دیگه تو این مدت باز میگم همه خانم بای حالا من درست دارم می خونم بای یولو خیلی بهتر از اون یکی میزنه که فکر کنم هندی و باشه نمیدونم هیچ شناختی ندارم ازشون به از حالا رنگ پوست و اینا دارم میگم هندی خیلی فکر میکنم با آقایون فاصله دارن خیلی خیلی زیاد از با این حال کنن. که البته که بعد ببینیم تو چه شرایطی هم هستن دیگه این دیگه ته بازیکنه آسیایی هم دیگه بهترین هاشون این هم. در حد کی بازی میکنه مثلا این خانوم یولو مثلا در حد دیگه بازیکن خوب باشگاهی من در این حد میتونم بگم که در حد یک بازیکن خوب باشگاهی بازی میکنه آقا ولی به عنوان که یه بازیکن خفن من تا حالا چیز خاصی ازش ندیدم حالا شما بچه نظرتون رو بنویسین شاید که نظر شما با هم متفاوت باشه و سطحش رو بالاتر یا پایین تر بدونید حالا با توجه به همین موضوع با هم بگین که به نظرتون کی میبره یولو میبره یا چیچ چانیو یه چی توی این است من که نظرم یولوه خیلی خوبه اصلا استایل ضربه زدنش خیلی متفاوت تره دونی ما اینقدر بازیکن حرفه ای دیدیم از همه نوع لولش خیلی زود تشخیص میدیم یعنی زربا رو میذاریم کنار هم دیگه استایلا رو میذاریم کنار هم دیگه تو پای انتخاب میشه اینا همه اینا باعث میشه ما به یکی بگیم بازیکن حرفه‌ای دیگه و مثلا همین مسابقه ای که تو باشگاهمون برگزار میشه سی و دو نفر هستن واقعا خوبن یعنی واقعا عالی هن. تو باشگاه مثلا بریک 120 ثبت میشه بریک 100 میزنن بچه ها تو مسابقه هفتگی یعنی همه رقمه همه مدلش رو دیدیم آه اینجا باریکل آفرین 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 بچه اینجا خوب الان وقت داریم در رابطه با قانون اورجینال قانون فلمیس با هم صحبت بکنیم ببینیم وقتی که بازیکن خطا میده چند تا انتخاب داره یا بازیکن از همون نقطه شروع کنه به ضربه زدن یا بده از همونجا بازیکن شروع بکنه اینه آپشن هایی که جلوشه یا میتونه اورجینال پوزیشن اعلام بکنه یعنی برگرده به حالت قبلی خیلی هاتون میپرسین چند بار میتونه چند بار میتونه اورجینال پوزیشن رو اعلام بکنه تا زمانی که جمع امتیازهای میز که یعنی چی یعنی شما باید هر چند تا توپ قرمز رو میز هست و زب در مشکی بکنی ارزم به علاوه مشکی بکنید و به علاوه توپای رنگی یه امتیاز به دست میاد اگر که دوستان از که شما باشین امتیاز روی میز باشه یعنی مثلا اختلاف اون چل امتیازه هفتاد امتیاز رو میزه میتونه اورجنال پوزیشن اعلام بکنه اگر که مثلا چه میدونم یک دیگه باشه دیگه نمیتونه اورجینال پوزیشن اعلام بکنه فقط خطا هستش یا میتونه خودش بزنه یا میتونه بده حریفش بزنه خب 55 پنج 31 پنج هم افتاد جلو حالا سعی میکنم تو این ویدیو که داریم هم دیگه استایل بازیکن‌ها رو نگاه میکنیم و نوع ضربه زدنشون رو تماشا میکنیم قانون ها و سوال هایی که تو ذهن شما هستم تو همین ویدیو جواب بدم کلا چند شد 62 فریم شد فکر کنم بله فریم شده دیگه چه سوال های شما هم من پرسیدین که دوست داریم بهتون جواب بدم هر چیز به ذهنم بیاد به شما میگم چون میبینین همون حرف من شد که خیلی بازیش با اون یکی بازیگان سطح بازیش خیلی فرق میکنه خوب میزنه خوب میزنه وچه اشین به عنوان یه بازیکن خوب میزنه یه سریگه الان از حریفش بالاتره بریم به سراغ فریم دو ببینیم که آیا این روند برد ادامه داره یا که نه. And from یه شخصی با من تماس گرفت روی روی این ویدیو تو میتونم توضیح بدم روی با من تماس گرفت گفتش که من دو ساله میتونم قهرمان ایران بشم بعد گفتم که کار نشد نداره ولی همه این پس بقیه که الان تو داستان هستن این همه سال هستن اونا چی میشن گفت نه من کاری با اونا ندارم من میتونم بشم گفتم که باید کار داشته باشی من کلا مشاوره که میدم سعی میکنم واقعا خیلی آنست باشم با طرف اگر یه شخصی توهم هم داره از توهم خارجش بکنم ولی بعضی ها مغرورن و میگن نه ما کار خودم انجام میدیم بس اینه انگیزه داشتن یه چیز استعداد یه بحث پشکار داشتن یه بحث این ورزش ورزشه حالا همه جورایی لذت بخش و جذاب هست ولی همچین آسون هم نیستش یعنی شما باید ساعت تنها در سکوت تمرین بکنید یعنی چه شما میگم همه چی رو باید اوکی بکنید شرایط مناسب باشه اگر میخواین پیشرفت بکنید و از همه چی مهمتر بافت فکریتونه که اصلا از مثال خوب برای شما بزنم جا بیفته براتون اگر میخواید تو این ورزش یک جایگاهی پیدا بکنید حرفی واسه گفتن داشته باشید یه جمله میگم خیلی بهش فکر کنید خیلی ساده است اصلا ساده تر از این ما نداریم شما باید کارکتر قهرمانی داشته باشید یعنی چی؟ دیدین یک سری افراد قهرمان میشن بارها و بارها این اتفاق میفته شما کارکتر قهرمانی رو میبینی تو صورتش تو شخصیتش تو راه رفتنش تو حرف زدنش اوکی یه بازیکن صد سال، اگر اینو کارکتر رو نداشته باشه صد سال بازی بکنه بازیکن خوبی هم هستا مقام هم داره ها ولی قهرمان نمیشه یا قهرمان نمیمونه شاید یه نوبت بشه قهرمان نمیمونه هزاران هزار مدلش هم تو ورزش های مختلف ما داریم حالا شاید این سوال هم براتون پیش بیاد بگی که آقا ما چطور کارکتر قهرمانی پیدا بکنیم انگیزه شما حرف اصلی رو میزنه برای قهرمان شدن خیلی چیز عجیبیه ها شما چقدر جدی هستین چقدر مستر هستین که بازی رو ببرین چقدر جنگجو هستین اینا همه تشکیل یک کارکتر قهرمان رو میده مثلا یه چیز جالب شما بگم مثلا توی مسابقات جهانی دیدی مثلا ده نفر رو میگن آقا اینا مدعی قهرمانی هست هر چی حسابی دارن میگن میدونن شوخی ندارن صدشون میان رومیز که مثلا میگه طرف میاد رومیز میز مثلا مثل ترامپ خب و تمام وجود میاد که از رو رد شه اون تشنه قهرمانیه میگیریم اصلا همون حالا میگم تو این ویدیو چون فرصت داشتیم گفتم که بعضی از سوالاتتون رو به شما جواب بدم و چرا که به درتون بخوره بتونید تو زندگیتون استفاده بکنید بچه uh, نمیدونم چی باید گفت در رابطه با یولو خب uh, خیلی خوبه ولی نمیدونم چیش کمه بگم تمرینه کمه بگم بافت فکریش حرف ای نیست حتی قطعا بافت فکریش حرف ای نیست که توی تور حرفه یا نیست اوکی ولی من فکر میکنم اگر که خیلی خوب ادامه بده قشن حرف واسه گفتن داره و میتونه با آقایون بازی بکنه راحت مسابقات جهانی هم شروع شده کاملا هوا هم هست نگران نباشید بازی های سالیوان حسین وفایی و بازی هایی که اتفاق عجیب و غریبی توش رقم خورده باشه رو ارزم با حضور گرامتون که اوکی میکنم با هم دیگه تماشا بکنیم بلا فاصله بدون که وقفه ای شکل بگیره بچه ادیتور اسنوکر شو ویلیار شو هم تشکر میکنم بچا اگر تا اینجا ویدیو هم دوست داشتین خوشتون اومده لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه که حمایت کرده باشین حمایت بیشترم هم با دونیت شکل میگیره کار داره هنوز بچه یولو همچنان این بازی کار داره An excellent opening red to come down for the blue. She may even be tempted here by the It's right next to the yellow. Ah, like who is our cannon? Another cannon into this red, or even come across and down slightly, playing a slight curve. واه به بچه دیدیم مثلا الان از این تصویر ما نداشت ولی از پشت توپ میتونه خیلی راحت و شیک داشته واه چه توپی رو نمیزنی دختر بچا اینجا دیگه میشه دختر خال. یه بیست خال بیست خال بچه خیلی وقت با از این کلمه استفاده نکرده بودم بیست خال بیست امتیاز با هم اختلاف دارن میمونه دیگه هم موقع بچگی ما اینو گفتیم خال و شار و شاران و دیگه چی پیتوکو دیگه چه کلمات روسی از وگور و سریدی و اینا همه تو ذهن ما شکل بسته گفتم بتون از کجا میاد دیگه ببینید موقعی که بیلیارد توی ایران مجاز بود برای موضوع مثل چل سال پیش روزها این ورزش رو میارن دیگه توی ایران همون داستان جنگ جهانی و فلان و بیسان های لبل اوکی؟ میز های روسی بوده بازی های روسی توی ایران بوده کل اصلاحاتش هم خب با خودشون آوردن دیگه اونا هی میگفتن پیتوک و فلان و بیسان و برای ما هم به یادگار گذاشتن که موقعی که بیلیارد تو ایران دوباره مجوز گرفت و فدراسیون رو اندازی شد و این داستان ها پیشکسوت هایی که تو این ورزش بودن که واقعا بیلیارد و اسنوکر مدیون اونا هم هست اونا هم از قدیم اینا یادشون بوده دیگه و اونا هم به ما یاد داده بودن ولی خب نمیتونیم بگیم اشتباه کردن ولی درستش اینه این بهترش اینه و یادتون باشه صحبت اسم همه اینها یک چیز قراردادیه مثلا یعنی چی؟ یعنی ما قرارداد بستیم با هم دیگه من به شما بگم میکروفون چیه؟ میگه اونی که الان جلوته میگم خب ما الان توافق کردیم به این وسیله بگیم میکروفون اوکی؟ این همین داستانش همینه بریم بریم به سراغ یه ضربه میزنه خب فریم بزاینی میتونه بزنه میزو مشکی که دودم پاکت بابا باریک شالا باریک شالا صورتی رو پات بکنه کامبکش رو کامل کرده بچه یه چیز جالب به شما بگم توی ویدیو قبلی در تو کامبک صحبت کردم یه شخصی اومد نوشت که آقا کامبک رو روی فریم میگن و فلان و بیستان و این حرفا عزیزم یه کامبک ما داریم سال به این 1402 خوش اخلاق شدم ما یه کامبک فریمی داریم یه دونه کامبک توی دست داریم توی فریم داریم یعنی چی؟ یعنی موقع از مثلا الان بازی پنج فریمه هر کس سه فریم ببره بازی رو تم برده خب مثلا الان دوهیش یولو یولو جلوه،, جلوه خب الان بازیکن روبریش بیاد سه دو بازی رو ببره این میشه کامبک حالا یه موقع هست یولو شست امتیاز جلوه حریفش میز رو مثلا جمع میکنه میز رو میزنه و فریم رو میبره این هم یه نوع کامبک میشه اگه حالا اصطلاح کامبک و جای مختلف دلوقش. به کار بردم بدونید که حالا یا برای فریم بوده خود فریم یه تک فریم بوده دلوقش. یا ارزم با حضور گرامتون که کل بازی بوده خب یه حمله میکنه دلوقش. یک فریم دیگه ببره بازی رو بچه خوشتون اومد از اول بازی گفتم استایل کی بهتره بازی کی بهتره باور کنین من حتی یه دونه زربرم نیده بودم ولی 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 دروغ نگم یکی از بازیکن هایی که توی مسابقات شرکت کرده بود تعریف این بازیکن کرده بود و میگفتش که خیلی خوبه واقعا هم به نظر من توی بانوان خوبه ولی من ثبت کردم خودم بازیشو ببینم آه اون بازیکن ببینم و واقعا خیلی سطح لولشون با هم دیگه فرق میکنن یعنی در همین حد سه هیچ هست حالا نمیدونم سه بشه یا نه شرایطش که کامل داره سه هیچ بشه ولی میگن اگه تمرین بیشتری بکنه من فکر میکنم قشنگ میتونه با آقایون رقابت بکنه یه خوبی ورزش ما هم که گفتم همیشه بیبی بال بیبی بالا یعنی که بازی دو تا حریف با هم دیگه تداخل ندارن با هم دیگه درگیر نیستن که بخواد فیزیکشون سر سوزنی روی این موضوع تاثیر بذاره الان این خانم با یه آقای 200 کیلویی سمتری هم بازی بکنه هیچ فرقی نمیکنه بخاطر اینکه تداخلی با هم دیگه ندارن یه چیز جالب روی چوب این بازی کنم بگم خیلی شیارهای زیاد و نزدیک به هم داره حالا خوبه یا بده هیچی چیز سلیقه است سلیقه این بازیکن این چقدر شیار داره چیزش چوبش این تو مخ منه اگه من این چوب رایگانم به من بده من دستم نمیگیرم چون عصبی میشم من با یک فاصله مشخص رنگ چوب خیلی برای مهم سایز چوب تیپ چوب همه اینا مهمه اینا بعد از این مدت که بازی میکنید کامل متوجه میشین که چه چیزی مورد پسندتونه بچه ها. تمام تمام یه برای که خوشگل هم داره میزنه و ختم جلسه اعلام بشه و این بازیکن قهرمان بانوان آسیا شده کاش یه مسابقه هم بین قهرمان آسیا بانوان آقایون هم برگزار میکردم مثل مسابقات بدنسازی است که اوورالی داره قهرمان قهرمان ها این هم فهم میکنم اگر بتونم برگزار بکنن خیلی قشنگ و جذاب میشه خیلی خوبه بچه ها. خوبه واقعا امیدوارم که بانوان کشورمونم پشتکار زیادی داشته باشن تلاش بیشتری بکنن با این خانم هیچ فرقی نمیکنن و بتونن که موفق بشن و تمام خب رفقا اینمون از فینال آسیایی 2023 قطر که همونطوری که گفتم با نظرم رو همون بازیکنی بود که قهرمان شدش امیدوارم شما هم درست حد زده باشین اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه به امید روزی که بانوان و کشورمونم بتونن خیلی بهتر از این سطح اسنوکر و بیلیاردو بازی بکنم دوستتون دارم خیلی چکری عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسمی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش